سلام بچه ها، امیرزا دهخانم. امروز میخوام درباره بهونه هایی باهاتون حرف بزنم که باعث شده تو دنبال رویاهات نری و زندگی که میخوای نسری. دنیا پر از آدم هایی که توی بهونه ها و دلایلشون غرق شدن و دنبال ساخت زندگیشون نیستن. الان آدم ها به خاطر شرایط اقتصادی اتفاقا بیشتر از هر تایم دیگه ای بهونه میارن. اما میخوام یک واقعیتی رو درباره آدم هایی بگم که قبل از ما بودن، زندگی کردن، مشکلاتی هم از سر راه برداشتن که حتی ما یک کدومش هم تجربه نکردیم. به جاهای خفنی رسیدن و توی دنیا هم شناخته شدن. توماس ادیسون یکیشونه، همتون میشناسیدش. این آدم از دو تا شغل اولش اخراج شد چون ناکارآمد بود. اما بعدش 1093 تا اختراع داشت که توی 29 سال شرایط سخت اقتصادی دنیا رو حتی عوض کرد. آلبرت اینشتین مثال خوبیه. پدر مادرش فکر میکردن نرمال نیست، دیوونه است. معلمش میگفت کن ذهنه، منزویه. تا 4 سالگی حرف نمیزده. با توجه به اینکه کل دنیا الان میدونن دیگه این کی بوده. و جالب و تاثیرگذار اینه که چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشت. وینستون چرچیل کلاس 6 مردود شده این آدم. توی همه انتخاب‌های ادارات دولتی شکست خورد. تا توی سن 62 سالگی نخست وزیر شد. من الان 40 ساله هایی رو میشناسم که میگن دیگه واسه من دیر شد. هنری فورد تا سالها نمیتونسته بخونه نه بنویسه. 5 بار پشت سر هم مردود شده و یک شرکتی تأسیس کرد که موتور ماشین میساخت. اصلا آدم باورش نمیشه که این همه مشکلات رو این فرد پشت سر گذاشته. شرکتی ساخته که بدترین اوضاع اقتصادی رو از سر گذرونده. یه جا خوندم که والت دیزنی قوه تخیل و ایده خوب نداشته. خنده‌دار نیست؟ این آدم برای ساخت بزرگترین شرکت سرگرمی دنیا چندین بار ورشکست شده. اما شرکتی ساخت که بعد از چندین رکود اقتصادی بازم سرپاست. یکی از معلم‌های بتوون میگفتش توی موسیقی افتضاح بوده این بشر. اما 5 تا از بهترین سمفونی‌های دنیا رو نوشته در حالی که ناشنوا. بعد شما چه بهونه‌هایی میارید؟ دلیلتون چیه؟ فازتون چیه هستن؟ چه مشکلی رو برای عدم موفقیت بهونه می‌کنید؟ این یک پیام برای امثال تو. امیدوارم که برای شما الهام بخش باشه. اول اینکه جا نزنید. دوم مشکلات رو به چشم مشکل ببین، نه دلیلی که نظر موفق بشی. همه ما مشکل داریم، شما دارید، منم دارم، دوستاتون، خانوادتون، همه دارن. بعضی ها مشکلات بزرگی دارن که ما حتی تو عمرمون تجربهش نکردیم. رکود تا حالا کسی رو نکشته. بیشتر این آدم ها ورشکست شدن، دچار بحران شدن، دچار رکودهای زیادی شدن، سختی کشیدن. برو دنبال این که از پسش بر بیای پسر. برو تو جمع جور کن، بکش بالا، هر کاری لازمه انجام بده تا توی این وضعیت اقتصادی موفق باشی، خودتو نجات بدی.